سه سال از قتل عام بیش از 1500 نفر در سه روز به دست مزدوران جمهوری اسلامی گذشته و هنوز آباد این جنایت هولناک بر جهان پوشیده است. هنوز مادر پژمان نمی‌داند چه کسی 5 گلوله به پسرش شلیک کرده است. هنوز کسی به خاطر کشتن نیکتای 14 ساله مجازات نشده است. هنوز خون محسنها، پویاها، برهانها و خیابانها جاری است و بسیاری از مردم جهان چیزی از آوان خونین نشنیدند. ما هنوز کسانی که شلیک کردند را نمی‌شناسیم، اما به خوبی می‌دانیم که عامل و عامر همه مصیبت‌های جمهوری کودک‌کش اسلامی سپاه جلاد پاسداران و رهبر مار به دوشش است. همانها که دستور شلیک موشک و هواپیمای مسافربری را دادند و کیان 10 ساله را کشتند. رژیم اسلامی در آبان 98 با قطع اینترنت از ایران سیاه‌چاله‌ای ساخت که صدای قهرمانان شجاع و اسطوره‌های ما به جهان نرسد، اما خون آنان به زمین نرفت و آتش خاموش نشدنی انقلاب بدل شد. این آتش دادخواهی بود که از زیر خاکستر جنایت دیماه 96 برمیخواست، که سال به سال از 58 تا 67، از 78 تا 88، از پرواز 752 تا انقلاب 1401 در میان چوبهای دار، رگوار مسلسل و موشک زنده مانده است. آتشی که امروز در دل تک تک ماست و ققنوس زن، زندگی، آزادی از آن زاده شده. آبان رونمایی از شجاعت و اراده پنهان مردمی بود که سالها سرکوب شده بود و امیدهایشان با خشونت و تزویر یک به یک نابود می شد. خیزش آبان یک شروع دوباره بود، شروع یک انقلاب، یک دگرگونی در نگاه ما به جهان نازیستنی و پژواک این صدا که زندگی بد را نمیتوان خوب زیست. ما امروز اینجا ایستاده ایم تا بگوییم راه آزادی و زندگی خوب از دادخواهی میگذرد. ما اینجا جمع شده ایم تا صدای خانواده های کشته شدگان آبان و تمامی قربانیان جنایت جمهوری اسلامی و آزاده های دربند باشیم و بیش از آن به جهانیان بگوییم که این بار در کنار ما بایستید و برای تحقق رویاهایمان به خواسته های مردم ایران تن دهید.